سلام و صد سلام نثار تک تک شما عزیزانی که بیننده برنامه از کی بپرسم هستین. امیدوار هستم که در هر گوشه از افغانستان که زندگی میکنین جور و صحت و سلامت باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های از کی بپرسم با ما شگوفه سلیمی. امیدوار هستم که تا پایان برنامه بیننده برنامه خودتان باشین و امشب ما 6 اشتراک کننده داریم. این 6 اشتراک کننده آمدن تا برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشن، اما یکی کی میتونه به مرحله نهایی بره تا هنوز معلوم نیست. از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه بیننده برنامه خودتان باشین و تشکری میکنم از حامی برنامه ما شرکت مخابراتی MTN. و در نخست میریم با اشتراک کننده های خود آشنا میشیم. عنایت الله محصل، شمشیر محصل، توحید محصل، مصطفی محصل، نعمت الله محصل، محمد سلیم محصل. بله، برگشتیم به ادامه برنامه. قسمی که شما هم بیننده هستین، ما 6 اشتراک کننده داریم که یه 6 اشتراک کننده امشب بسیار زیاد آمادگی گرفتن. در نخست میخوایم از توحید جان بپرسم که چقدر آمادگی گرفتی؟ آمادگی را به اندازه که بتونم سوال جواب بدم و تا به آخرین برنامه برسم کس آمادگی گرفتیم. تا 15000 افغانی رو برنده شدم. بسیار خوب. توحید جان، خودت متعلم هستی یا محصل؟ محصل هستم. کدام رشته؟ سطامه. بسیار خوب. خودت میگی که من امشب میتونم که برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشه، اما تو درست؟ بله. دوست داری اولین کسی که از برنامه حذف شود کی باشه؟ مصطفی جان. مصطفی را؟ چرا مصطفی؟ مصطفی من زیاد بدت میایم. نه، بدم خونه میایم. خوش شما رقیب از دیگه. خوشم خوشت هم نمیایم، بدت هم نمیایم. خوشم نمیایم، بدم خونه میایم. مصطفی خودت چطور؟ خب قسمی که توحید جان گفت ما آمادگی کامل گرفتیم، انشالله اول نفر باید خودش حذف میشه دیگه. اولین کسی که از برنامه حذف شده باید خودش باید توحید باشه. خودت متعلم هستی یا محصل؟ محصل هستیم. کدام رشته؟ صحت عامه. از اشتراک کننده بعدی ما میپرسیم شمشیر جان. شمشیر جان چقدر نامت خطرناک است؟ آه دیگه، خب نام است. خودت خطرناک نیستی؟ خدا نکنه. خودت چقدر آمادگی گرفتی امشب و فکر میکنی که خودت بتونی بری به مرحله نهایی؟ بله دیگه، آمادگی گرفتیم، موفق میشیم، میریم تا آخرین مرحله دیگه ادامه میدیم. بسیار خوب، بسیار خوب. نعمت الله، خودت چقدر آمادگی گرفتی به برنامه؟ به اندازه کافی آمادگی گرفتیم که یک مقدار برنامه را پیش ببریم. یک مقدار تا حد توان، تا حدی که چانس یاری کرد. بسیار خوب. و سلیم جان شما چقدر آمادگی گرفتید به برنامه؟ ما انشاءالله تا مرحله نهایی. بسیار خوب، بسیار خوب. متعلم هستین یا محصل؟ محصل. بسیار خوب. کدام رشته؟ پانزده نرسنگ پانتون تیپی کابل. نام خدا، آفرین. و آخرین اشتراک کننده که اولین اشتراک کننده هست، خودت چقدر آمادگی گرفتی؟ ما هم آمادگی گرفتیم، انشالله تا بتانیم تا آخرین مرحله پیش بریم. بسیار خوب. پس امشب هر 6 اشتراک کننده آمادگی خود گرفتن تا یکی از اشتراک کننده بره به مرحله نهایی و برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشه. انشالله. خب ما روند برنامه را کمی بر شما تشریح میکنم، شما هم دقت بکنین، درست است؟ در مرحله اول برنامه از شما سوالات بسیار آسان پرسیده میشه که من مطمئن هستم شما سوالات مرحله اول را پاسخ میتین و میرین به مرحله بعدی که مرحله بعدی ما مرحله از کی بپرسم هست. در این مرحله شما باید نقل نتین، نقل نگیرین و کسی که نقل بته چراغش سرخ میشه. درست است؟ درست. پس اولین سوال را از مصطفی جان میپرسم. آماده هستی که اولین سوال را از خودت بپرسم؟ بله. چهار قال با کدام سوره های قرآن کریم گفته می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوره اخلاص، سوره فلق، سوره ناس، سوره کافرون. آفرین، کف بزنین به افتخار مصطفی. مصطفی جان جواب درست است و خود 10 امتیاز به دست آوردی. سوال بعدی را از توحید می پرسم. توحید جان، چند نام پسرانه را خودت نام بگی که به حرف یا آغاز شده باشه؟ یاسر. آفرین یاسر. یومین. چی گفتی؟ یاسر. دیگه؟ یاسین. یاسین. یما. یما. یوسف. یوسف. کلش ما گفتم من خودت یک نام بگی. یحیی. آفرین. یلدا. دخترانه این خود دخترانه است. یلدا. کف بزنین به افتخار توحید. توحید جان جواب درست است، 10 امتیاز بده سوردی. سوال بعدی را از نعمت الله میپرسم. نعمت الله، 3 تا از شعرهای معروف زبان فارسی را خودت نام بگی.
مولانا صاحب، سعدی صاحب، ناصر خسرو و بلخی صاحب. آفرین. کف بزنین به افتخار نعمت الله. نعمت الله جواب درست است و ده امتیاز بده. سوالی سوال بعدی از شمشیر خان میپرسم. شمشیر، مترادف کلمه نزاع چیست؟ مترادف کلمه نزاع جنگ کردن. آفرین. کف بزنین به افتخار شمشیر. خود ده امتیاز بده. سوالی سوال بعدی را باید من از محمد سلیم بپرسم. خودت داشبازی چطور هستی؟ لایق هستی یا تنبل؟ بیخی تنبل صفر. بیخی تنبل صفر. چرا؟ غیر چای دم کرده میتونم بس. یک چای دم کرده میتونی بس. آوا. چپس و تخم آماده کرده نمیتونی خودت؟ نه چپس هم نمیتونم متاسفانه. یک روز اگه در خانه کس نباشه گوش نمیشینی؟ نه حال فعلا هم کانات از بازار هست. بسیار خوب. اگه پیسه نباشه پیشت؟ اگه پیسه نباشه صبر خدا. صبر خدا. آفرین. خب سوال ازت میپرسم محمد سلیم، چند نوع غذا را خودت نام بگی که برای تهیه کردن آن به وقت کم نیاز داشته باشیم ما؟ چپس. آفرین. تخم. آفرین. چای بورگه بخورید تنها چای دم میکنی. بعد دیگه گوشت تنها سرخ کنی که یا کباب بکنی. نگه میشه داز. خودت کدامش از اوت آماده کرده میتونی؟ من هیچ کدامش. کف بزنین به افتخار محمد سلیم. سلیم جان جواب درست است و ده امتیاز بده. سوالی سوال بعدی را از عنایت الله میپرسم. چند وسیله را نام بگیرید که توسط ریموت روشن میشود؟ یک پروژکتور. آفرین. تلویزیون. آفرین. پروژکتور تلویزیون دیگه تایپ یا دک میگنش. بله درست. کولر. کولر و بادپکه. موتر. موتر. کف بزنین به افتخار عنایت الله. عنایت جان جواب درست است و ده امتیاز بده. سوال دیگه سوال بعدی را از مصطفی میپرسم. چیزی را نام ببرید که معمولا در رستوران ها دیده می شود. رستوران اولی گارسون است، خود میز، چوکی و ظروف و مثلا سوسیس و مرچ و نمک و این چیزا. کف بذارین به افتخار مصطفی. مصطفی جان امی سوسیس را نفهمیدم، چی منظورت بود؟ یک چیزا که است برای چپس و بلان این چیزا که مخوره. کچپ. ساس. بسیار خوب بسیار خوب. جواب درست است و ده امتیاز بده. سوری سوال بعدی را از توحید میپرسم. توحید جان خودت ورزش دوست داری؟ بله. ها. کدام رشته را؟ فوتبال دیگه. فوتبال. علاقه مند کدام تیم هستی؟ علاقه مند تیم ریال هست لاغون هست. از تیمای داخلی؟ از تیمای داخلی دیگه شاهین آسمایی است. شاهین آسمایی. خب سوال مربوط فوتبال نمیشه اما یک سوال ورزشی است. چند ورزشی را خودت نام ببر که روی میز اجرا می شود؟ روی میز اجرا می شود یکی بوکسینگ. بله؟ بوکسینگ. یکی بوکسینگ روی میز بازی میشه؟ یکی چرا چیه؟ تنس. تنس. دیگه؟ دیگه سنوکر. سنوکر. دیگه؟ دیگه بیلیارد. بیلیارد. دیگه پینگ پونگ. پینگ پونگ. دیگه اینا یکی را خودت بگو. ما چیزای میزیش خوشم نمیاد. هیچ خوشم نمیاد. خب پیلن سوال هست. یکی را نام بگی خودت درست ما جوابت درست میگیریم. کلش نام گرفتیم پینگ پونگ و بلیارد و... یار خب ما گفتم خودت تایید کرده رفتی. که ها درست هست. شطرنج. شطرنج. کف بزنین به افتخار توحید. توحید ده امتیاز بده. سوردی آفرین. سوال بعدی را از نعمت الله میپرسم. نعمت الله مکان‌های را خودت نام بگی که 24 ساعت باز باشه. مسجد شریف. دیگه حوزه پلیس. مسجد‌ها یکان دفعه قفل میکنن. بعضیشان 24 ساعت هم میباشن. آفرین. دیگه چون اوقات شرعی فرق میکنه. دقیقاً. دیگه حوزه‌های شرعی، حوزه‌هایی که پلیس میباشه. دیگه میتونیم هتل‌های عروسی هم گفته بتونیم. بعضیشان شب تا صبح هم باز میباشن. هتل‌های عروسی دیگه بعد از یک بجه شب قفل است. قفل میشه. شفاخانه. شفاخانه. آفرین. نعمت جان ده امتیاز بده. سوردی و کف بزنین به افتخار نعمت الله. سوال بعدی را از شمشیر میپرسم. چند نام دخترانه را خودت نام بگی که با حرف خ شروع شده باشد؟ با حرف خ؟ بله. خدیجه. خدیجه. آفرین. خمیرا. 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 خمیرا یا خمیرا؟ نه. خالده. آفرین خالده. خاطره.
خاطره خورشید خورشید خاطره خاطره را گفتم. کپ بزنین بفتخار. شمشیر جان 10 امتیاز به دست آوردی، آفرین، جواب درست است. سوال بعدی را از محمد سلیم بپرسم. محمد سلیم جان، چند حیوانی را نام بگی خودت که با حرف شین آغاز شده باشه نامش؟ شیر. آفرین. شیر. شیر. شغال. آفرین. شاهین. کپ بزنین به افتخار محمد سلیم. سلیم جان جواب درست از 10 امتیاز به دست آوردی. آخرین سوال از مرحله اول را ما از عنایت الله میپرسم. چیزی را نام بگی خودت که از آن در روزهای آفتابی استفاده میکنید. کولر، بادپکه، چتری. خب او را در خانه استفاده میکنیم، اگر در بیرون باشیم هوا خوب هم تو آفتابی باشه. در بیرون باشه عینک استفاده میکنیم. عینک دیگه؟ کلا. کریم ضد آفتاب. کریم ضد آفتاب، کلا، چتری. آفرین. کف بزنین به افتخار عنایت الله. عنایت الله جواب درست است. 10 امتیاز به دست آوردی. مرحله اول برنامه همینجا به پایان میرسه. ما 2 دقیقه وقت داریم. دی 2 دقیقه کی چی داره؟ دست خدا بلند کنه. آفرین شمشیر خان. میشنویم از خودت. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شعر از می خانم. بسیار خوب. پیرم گاهی دلم یاد جوانی میکند، بلبل شوقم نغمه خوانی میکند، همتم تا صبر رسد سازت غزل کرد و به دست، طاقتم اظهار و عجز و ناتوانی میکند. کف بزنین به افتخار. شمشیر جان میفهمی که شعر از کدام شاعر است؟ نه خیر، شاعر دیگه نامعلوم است. این شعر از استاد شهریار است. شهریار. بله. کف بزنین به افتخار تمام شاعران. از این تیم در رقابت هستین امشب، باید یک چیز داشته باشین. چه؟ نعمت الله. مفهمه. فکایی برام بگو. چیزی نه، فکایی یاد ندارم. های چی یاد داری؟ اگر فکایی بگویم شاید کل اگر بیخ سر خودیم ریش خندیم. چرا؟ چون استعداد فکایی گفتن دمایش نیست. یک بار بگو. واقعیش بگویم یک فکایی در ذهنیم هم نمیشینه که ما بگویم یک آن دفعه. در ذهن چی میشینم؟ یا چی در فکر تصمه رو برما بگو؟ در ذهنم همین فعلا کدام چیز خاص نیست. خاص نیست. مصطفی جان خودت؟ یک دفعه فکایی میگم. بسیار خوب. یک مرد بوده قدیم گاو نام داشته باز. نامش چی بوده؟ نامش گاو بوده. خب. باز یک زن، یک زنیش همه شعر تنه میداده چی نام دارید همیشه گاو گاو میگفته بره. خب بازی یک روز تصمیم میگره و کلانای قرار جمع منه که نام میخواد تبدیل نم. باز یک گوسفند موکشه و نفرها رو دعوت منه. خب نام تبدیل منه پسان می زنش میگه. نام تبدیل کردی گفته آه گفته چی هست؟ گفت گوساله. دوید تو رو بلا زده که چند سال بعد بازم یک گاو میشه دیگه. کف بزنین به افتخار مصطفی. تشکر میکنم از شرکت مخابراتی MTN حامی برنامه اسکی بپرسم. و یک رفت و برگشت کوتاه داریم، زود برمیگردیم. عنایت الله 70 امتیاز 3 چراغ سبز. شمشیر 70 امتیاز 3 چراغ سبز. توحید 70 امتیاز 3 چراغ سبز. مصطفی 70 امتیاز 3 چراغ سبز. نعمت 70 امتیاز 3 چراغ سبز. محمد سلیم 70 امتیاز 3 چراغ سبز. خوش برگشتین بیننده های عزیز به ادامه برنامه از کی بپرسم. در مرحله دوم برنامه هستیم و در این مرحله باید شما اول دستتون سر زنگ ببرین. هر ششتان. شمشیر جان خودتان دست سر زنگ ببر. سوالی که من از شما میپرسم اگر جوابش را میدانین زنگ را فشار بدین، اگر جوابش را نمیدانین زنگ را فشار ندین که اولین چراغتان سرخ میشه و کسی که زنگ را فشار داد و جواب درست را بر ما گفت 10 امتیاز میگیره و زمام عمر به دست همون نفر میآید. پس آماده هستین که من اولین سوال از شما بپرسم؟ کوشش کنین که نقل هم نتین به یکی دیگه، درست است؟ ورزش ایران نام بگیرید که میتوان با یک دست انجام داد. آفرین نعمت الله. شطرنج. آفرین. شطرنج. شطرنج. تنیس. آفرین. کف بزنین به افتخار نعمت الله. نعمت الله جوابت کاملا درست است. خودت 10 امتیاز به دست آوردی و زمام امور هم به دست خودت است. از کی بپرسم؟ از عنایت الله جان. از عنایت الله. آماده هستی که برات بخوانم سوالم؟ بخوان. با آمدن کدام کتاب آسمانی دیگر کتاب ها منسوخ شد؟ قرآن کریم. یک.
کف بزنین به افتخار عنایت الله. عنایت الله جواب درست از ده امتیاز به دست آوردی. از کی بپرسم؟ از مصطفی جان. از مصطفی جان. مترادف واژه جمیل چیست؟ مترادفش جمیل زیبا. دو. آفرین کف بزنین به افتخار مصطفی. جوابت کاملا درست است. زیبا، مقبول، قشنگ، نیکو، خوب و آفرین. زمام امور به دست خودت است. از کی بپرسم؟ از توحید جان. از توحید جان. کسی که خودت گفتی باید اولین اشتراک کننده باشه که از برنامه حذف میشه. بله. توحید، من سوال برات میخوانم، خودت هم دقت کن. در بستن نکاح حکم حضور شاهدان چیست؟ واجب. یک. فرض است. دو. واجب است. سه. سنت است. چهار و پنج. توحید جان، متاسفانه که اولین چراغت سرخ می شود، ده امتیازت کم و جواب درستش شرط است. شرط. کف بزنین به افتخار مصطفی. مصطفی جان، از کی بپرسم؟ شمشیر جان. از شمشیر جان. شمشیر جان، من برات سوال می خوانم. بزرگترین فابریکه پروسس پنبه در کدام ولایت افغانستان موقع دارد؟ پروسس پنبه. یک. هرات. حساب کنین. دو. سه. چهار. جلال آباد. و پنج. اولین چراغت سرخ می شود، ده امتیازت کم و جواب درستش ولسوالی گلبهار ولایت کاپیسا هست. و کف بزنین به افتخار مصطفی. مصطفی، از کی بپرسم؟ از عنایت الله جان. از عنایت الله. مرکز ولایت خوست کدام شهر است؟ یک. متون. بله؟ متون. دو. ولایت خوست. سه. متون. چهار. و پنج. عنایت الله، متاسفانه که جوابت اشتباه است. اولین چراغت سرخ می شود، ده امتیازت کم. مرکز ولایت خوست شهر خوست است. و کف بزنین به افتخار مصطفی. مصطفی جان، از کی بپرسم؟ شمشیر جان. از شمشیر جان. شمشیر جان، خودت یک چراغت سرخ است و دو چراغت سبز. دقت کن که چراغ دومت سرخ نشه. آماده استی که سوال ازت بپرسم؟ بله. کوچکترین کشور آسیایی چی نام دارد؟ یک. حساب کنین. دو. سه. چهار. ترکیه. بله؟ ترکیه. و پنج. شمشیر، متاسفانه که دومین چراغت سرخ میشه و ده امتیازت کم و جواب درستش مالدیف است. تشویق کنین مصطفی را. مصطفی جان آفرین، خودت بسیار زیاد خوب پیش میری. و از کی بپرسم؟ توحید جان. از توحید جان. توحید جان، دو چراغت سبز است و یک چراغت سرخ، پس باید دقت بیشتر داشته باشیم. متضاد واژه توانا چیست؟ قدرت. توانایی. یک. بلند صحبت کن. قدرت. متضاد. زدش. زدش نتوانی. ضعف. کف بزنین و افتخار توحید. جوابت درست است. متضاد واژه توانا، ناتوان، ضعیف. و از امام امور به دست خودت آمد. توحید جان، از کی بپرسم؟ از سلیم جان. از محمد سلیم. تخت رستم در کدام ولایت افغانستان موقعیت دارد؟ سمنگان. آفرین، کف بزنین و افتخارش. و در کدام شهرش؟ نه، شهر ایبک بفکرم. آفرین، خودت ده امتیاز به دست آوردی و زمام امور به دست خودت است. فعلا از کی بپرسم؟ از توحید جان بپرس. از توحید جان. توحید جان، کدام ولایت افغانستان با سه کشور همسایه همسرحد است؟ یک. قندوز. دو. بدخشان. سه. مزار. چهار. و نورستان. پنج. کدامش؟ امی ولایت را که نام گرفتی یکیش درست است. نورستان. مطمئن هستی؟ بله. توحید جان، متاسفانه دومین چراغت سرخ می شود، ده امتیازت کم و ولایت بدخشان است که با پاکستان، تاجیکستان، چین همسرحد است. کف بزنین به افتخار محمد سلیم. سلیم جان، از کی بپرسم؟ از عنایت جان بپرس، چون یک چراغ داره. از عنایت جان باید سوال را بپرسم. عنایت، یک چراغ سبز داری، پس دقت بکن که چراغ دومت سرخ نشم. زکام از جمله کدام نوع امراض است؟ ساری. کف بزنین به افتخار عنایت. عنایت جان، ده امتیاز به دست آوردی و زمام امور به دستت است. از کی بپرسم؟ از مصطفی جان. از مصطفی.
خودت نام خدا هرسه چراغت سبز است و ما تو از همتیمیایت هم انشالله که برای درست نیمم. از خودت میپرسم دقت کن که چراغت سرخ نشه. آمادستی؟ بله. خرقه مبارک توسط کی از بخارا به افغانستان انتقال داده شد؟ یک حساب کنید. دو سه فیض محمد چهار و پنج. مصطفی جان اولین چراغت سرخ میشه و ده امتیازت کم و جواب درست چه کس از بین شما میفهمه؟ احمد شاه بابا. نه نه نبود. دستتون رو بلند کنیم. عنایت الله. احمد شاه بابا. بله جواب درستش احمد شاه بابا است. و کف بزنین به افتخار عنایت الله. عنایت از کی بپرسم؟ از نعمت الله جان. از نعمت الله. ابریشم اولین بار در کجا رواج یافت؟ در چین. کف بزنین به افتخارش. نعمت جواب درست از ده امتیاز بده ساوردی. از کی بپرسم؟ از عنایت الله جان. از عنایت الله. کدام کشور از نگاه طول خط آهن به درجه اول در سطح جهان است؟ یک در سطح جهان. دو نقل نتین. سه لطفا. چین. چهار و پنج. دومین چراغت سرخ میشه و ده امتیازت کم. اگر کسی جواب درستش میفهمه فقط دست بلند بکنم. روسیه. جواب درستش روسیه است. کف بزنین به افتخاره. نعمت جان فعلا هم زمام امور به دست خودت است. از کی بپرسم؟ از توحید جان بپرسم. از توحید جان. بله. توحید بله. خودت دو چراغت سرخ است و یک چراغت سبز. پس باید دقت بیشتر داشته باشی که جواب درست را پیدا بکنی تا اینکه در برنامه بانی. درست است. آماده استی؟ آماده استم. سوالی است که جوابش پیش خودت است. در این قسمت برنامه برای ما یک شعر دکلمه بکنید. یک شعر بگویم. دو اگر خودت شعر شروع بکنی من تایم استاب میکنم. بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش، آزاد شو از بند خویش، زنجیر را باور نکن. اکنون زمان زندگی است، تأخیر را باور نکن. حرف از هیاهو کم بزن، از آشتی ها دم بزن. از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور نکن. کف بزنین به افتخار توحید. یک قسم همی شیره با زد شمشیر گفتیم. شمشیر خاطر خنده میگرد. چی گفتی شمشیر جان؟ ملوقت خنده میگرد به خاطر همی خواند. چرا خندید بگیره شمشیر؟ توحید جان بسیار جد یک شیر زیبا بود و خودت بسیار جد خوب دکلمه کردی، اما این سوال سوال نبود. سوال حال ازت میپرسم. درست است؟ صحیح. توحید جان بله. سرمنشی سازمان ملل در سال 2007 میلادی کدام شخص بود؟ سرمنشی؟ بله. یک نمیدونم. دو سه چهار و پنج. توحید جان متاسفانه با گرفتن این چراغ سرخ خودت از برنامه حذف هستیم. کس جواب درست شما میفهمم؟ دست خودم بلند بکنم. کس نمیفهمم؟ نام شخصشه. نام چی است؟ نام شخصشه گفتی بگی؟ بله نام شخص. مونبانگ. کمی بلند صحبت کن. مونبانگ. بانگ دول میایه؟ بانگ مون. بله. بانکی مون. بانکی مون. بانکی مون. کف بزنین به افتخاره. وزیر خارجه کره جنوبی بود. و توحید جان خودت اولین اشتراک کننده هستی که از برنامه حذف شدی. اگر کدام پیام داشته باشی از خودت بشنویم. این کدام پیام خاصی ندارم. بی پیام خونه میشه توحید جان. یک پیام کوتاه برای همسنای خودت. چی داری پیام؟ حالا کدام پیام خاص خونه دارم. همه قدر میخوایم که در این وطن باشن. همین وطن اگر ما و همین جوان های که همسن ما است همین آباد نکنند یک کس آباد کردن نمیتانه. این خواستت بود. پیام چی است؟ پیام ما می است که از دخونیات و چیزهایی که حرام است از او استفاده نکنند، فقط درس بخوانند تا که وطن کس ما آباد کرده بتانه. کف بزنین به افتخار توحید. ما هم یک میان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. از کی بپرسم ادامه دارد. <تص->
عنایت الله 70 امتیاز 1 چراغ سبز، شمشیر 50 امتیاز 1 چراغ سبز، توحید حذف، مصطفی 70 امتیاز 2 چراغ سبز، نعمت الله 90 امتیاز 3 چراغ سبز، محمد سلیم 80 امتیاز 3 چراغ سبز. بله، برگشتیم به ادامه برنامه از کی بپرسم. در مرحله سوم برنامه هستیم و باید 5 اشتراک کننده ما دقت و تلاش بیشتر داشته باشن. به اینکه مرحله سوم سوالاتش مشکل است، پس دقت باید بیشتر داشته باشن. زمام امور و دست نعمت الله است. و نعمت الله، از کی بپرسم؟ از شمشیر جان. از شمشیر جان آماده استی؟ بله. دقت داشته باش به اینکه سوالات درست مشکل از مرحله سوم. و یک چراغ سبز داری خودت. آماده استی؟ آماده هستم. بله. زبان مادری پوهان عبدالحی حبیبی چی بود؟ یک پشتو. آفرین، کف بزنین به افتخار شمشیر. شمشیر جواب درست از ده امتیاز به دست آوردی. از کی بپرسم؟ از نعمت جان. از نعمت جان. نعمت، نام خدا که هر سه چراغت سبز است، پس دقت کن که این چراغات سرخ نشه. ما سوال برات میخوانم. ولایت اروزگان دارای چند ولسوالی است؟ یک، دو، چهارده، سه، چهار، بیست و پنج. متاسفانه که اولین چراغت سرخ میشه و ده امتیازت کم. کس جواب درست شد میفهمم؟ دست خدا بلند بکنم. ولایت اروزگان دارای 8 ولسوالی است. کلان ولایت 8 ولسوالی داره. بله دیگه. خب یک کف بزنین به افتخار شمشیر. شمشیر، از کی بپرسم؟ از نعمت جان. از نعمت الله. بله. ویلیام شکسپیر، شاعر و نمایش نامه‌نویس معروف، از کدام کشور بود؟ از کشور انگلستان. آفرین، کف بزنین به افتخار نعمت الله. نعمت الله، یک قسم طرف شمشیر تو بد بد سیل داری، چرا؟ دو دفعه از من پرسان که هستش مرس کنه. پس از کی بپرسم؟ از خود شمشیر جان. از خود شمشیر باید من سوال رو بپرسم. شمشیر، آمارستی؟ بله. نام اصلی شاعر بزرگ و پرآوازه سنایی غزنوی چی بود؟ سنایی غزنوی؟ یک. محمود غزنوی؟ بله. محمود؟ سه. محمود غزنوی؟ چهار. میر فخرالدین. و پنج. شمشیر، متاسفانه خودت از برنامه حذف شدی. جواب درست اگر کس میفهمد دست خدا بلند کنه. حکیم بود. حکیم خواه اولش بود. حکیم ابوالمجد مجدود. مشهور به سنایی بود. متاسفانه شمشیر جان خودت از برنامه حذف هستی. اگر کدام پیام داشته باشی از خودت بشنویم. پیام ندارم. یک پیام خاص همی هست که مثل نعمت جان و سلیم جان که همتون موفق شدن نظر به این سوالات یک جواب دادن، اما تو تمام معسلینه که درس میخوانن و همتون باید موفق باشن تا که بتانن کشور آباد بسازن. یعنی خود درس نمیخواندی که جواب ندادی؟ نه این گفت نیست، خود درس میخواندم بازم دیگه. چانس هست. حتما با چانس و قسمت هست و تالی. بله. خود در شروع گفتی پیام ندارم، اما یک پیام دارم. یعنی پیام خاصی نبود دیگه. خب، کف بزنین به افتخار شمشیر. نعمت الله، خودت شمشیر را از برنامه حذف کردی. از کی بپرسم؟ از عنایت الله جان دیگه. از عنایت الله. عنایت الله، یک چراغ سبز داری. بله. پس دقت بکن خودت. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. مثل دوم شاید داری؟ آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان نداره. این شعر از کی است؟ از حافظ شیرازی. آفرین، کف بزنین به افتخارش. عنایت الله، جواب درست است و ده امتیاز به دست آوردی. کف بزنین به افتخار عنایت. عنایت جان، از کی بپرسم؟ از سلیم جان بپرسم. از سلیم جان. سلیم جان، خودت هم تو خود گوشه گرفتی، تو چه بوده گرفتی؟ قرار گرفتیم خود امید. خب، اما باید از سوال را ما بپرسم. سی چراغت نام خود عرصیش سبز است. من برات سوال میخوانم. درست. اصطلاح ناتورالیزم به چی معنی است؟ یک، دو، سه، حساب کنین، چهار و پنج. محمد سلیم، اولین چراغت سرخ میشه و ده امتیازت کم و جواب درست شکست. اگر میفهمد دست خود بلند بکنم. اصطلاح رو دوباره بخونم. اصطلاح ناتورالیزم. ناتورالیزم به چی معنی است؟
مکتب گرایی؟ گرایش و طبیعت. سلیم جان اولین چراغت سرخ شد و کف بزنین به افتخار عنایت الله. عنایت الله از کی بپرسم؟ از مصطفی جان بپرسم. از مصطفی. بزرگترین کشور قاره آمریکا کدام کشور می باشد؟ یک. کانادا. دو. ونزوئلا. حساب کنین. سه. ونزوئلا. چهار. پنج. و پنج. مصطفی دومین چراغت سرخ می شود. ده امتیاز کم و جواب درست شام کشور می فهمه کس؟ کشور برازیل است. کف بزنین به افتخار عنایت. عنایت جان خودت بسیار داد خوب پیش میری. از کی بپرسم؟ از سلیم جان. از محمد سلیم. از برق تولید شده دستگاه برق آبی سروبی برای تنویر کدام شهرها استفاده؟ شهر کابل و جلال آباد. یک شهر است. کابل. آفرین. کف بزنین به افتخارش. محمد سلیم جواب درست است و ده امتیاز به دست آوردی. خودت گفتی که ما آشپزی هیچ بلد نیستم، اما حتما شیر خوب بلد هستی. نه والا شیرم بلد نیستم. چی بلد هستی؟ والا چی یاد داری؟ حتما یک خوردن بلد هستی، اما تا آماده بردی بخوری. خوردنی خود تمام چیز بلد هستم خوردنش. از کی بپرسم؟ از عنایت جان. آماده هستی که سوال ازت بپرسم؟ افلاطون در سن چند سالگی وفات نمود؟ یک. افلاطون. دو. سه. حساب کنید. 80 سالگی. چهار. و پنج. خودت 80 سالگی را گفتی. مطمئن هستی؟ بله. اگر برای چانس بتیم که جوابت تغییر بده قبول میکنی؟ نه. نمیکنی؟ درست است. خودت پیشنهاد ما را قبول نکردی و متاسفانه که از برنامه حذف هستی. عنایت الله. جواب درستش سن 81 سالگی بود. خیلی نزدیک بود. کف بزنین به افتخار محمد سلیم. عنایت الله اگر کدام پیام داشته باشی از خودت میشنویم. جهان ما که از فرایند تفکرات ماست، پس باید به خاطر تغییرش باید تفکرات ما رو تغییر بده. این از کدام کتاب خواندی عنایت الله؟ این از گفته های آلبرت اینشتین است. آفرین. کف بزنین به افتخار عنایت الله. خب محمد سلیم، تیم مقابلتان کلن حذف شده از برنامه و فقط خودت باقی موندی با دو چراغ سبز، نعمت الله باقی مانده با دو چراغ سبز و مصطفی با یک چراغ سبز. از کی بپرسم؟ از اون سر شروع میکنیم. من مصطفی جان دیگه. از مصطفی باید من سوال بپرسم. مصطفی جان من برات سوال میخوانم و خودت دقت کن. در مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2018 کدام تیم قهرمان شد؟ ریال مادرید. دو. بارسلونا. جام جهانی گفتم مصطفی جان. جام جهانی. سه. برزیل. چهار. و پنج. مصطفی جان خودت متاسفانه از برنامه حذف شدیم. و جواب درست کس میفهمم؟ فرانسه. آفرین. کشور فرانسه بود. کف بزنین به افتخار محمد سلیم. مصطفی جان اگر کدام پیام داشته باشی از خودت میشنویم. کدام پیام خاصی ندارم دیگه. بر ما یک فکایی بگو بر یک چراغ میتیم. فکایی؟ درست است. بسیار خوب. کف بزنین. خب یک افغانی رفته بود یک بورسه یک کشور خارجی بوده، باز این یک جای همی تشته بوده بیکار قسم اگده، باز یک نفر از امریکا بوده یک گپ زده گفته که ما یک تیارهایی ساختیم، جیتایی ساختیم که بخیر خود آسمان پرواز مونه، باز دیگرها حیران میمانه نه دیگه قسمی نماشد، نه یک ذره پایین تر دیگه از پایین تر است. باز یکی دیگه انگلیسی باز اون یک گپ میزنه که ما کشتی هایی ساختیم که از کف یقیانوس ها بخیر مثل موتر واری فکر در سرک پختر آمره. بازی دیگه را گفتن نه او تو نیست، یک ذره بالاتر دیگه. باز یک افغانی است همیجه شتگی این در ایران میمونده، باز گوشی را از جیب خود کشته عکس رفیق نشان داده گفته اینه آدم در افغانستان قد بینی خنان مخره. باز دیگه را حیران مانده نه دیگه او قدر قسمی نباشه دیگه.
گفت یک ذره پایین تر دیگه میخواد که بزنیم به افتخاره. مصطفی جان واقعا فکایی جالب بود اما هیچ خنده نداشت. شاید بگذارم ولی خیلی خودت مددار بگویش جالب نبود. نه بابا خیلی همیره آه دلت تر کدا میره که میگه مشکل نیست. خب ما میگم خب چراغ دو میده چراغ به خودت بیایم صحیح اسمه یک نفر از بام خود انداخته بودن یک نفر پرسان که چی حال داری گفتم تا حال خود رفته ایسان خوب است دیگه ایش خدا میفهمه که چی میشه. گفت بذاریم به افتخار کوزیده. خب موضوعی چراغ شد بین دو تیم هم توحید جان فکایی گفت و هم مصطفی جان. از اردویش نسبتا خنده نداشت و ما هم دیگه مجبور که چراغ رتیم به هیچ کدام تان اگر بر خودت بتیم تو خفه هستی اگر بتیم خودت خفه هست. خب میریم طرف سوالات. سلیم جان از کی بپرسم؟ از نعمت جان. از نعمت جان پیش شماره یا کد تلفنی کشور زامبیا چند است؟ حساب کنین. یک دو مثبت سه مثبت چند؟ مثبت دو چهار مثبت چهار و پنج. متاسفانه نعمت الله دومین چراغت سرخ می شود ده امتیازت کم و جواب درستش مثبت 260 یا 00260 دوشه گفتم. سلیم جان از کی بپرسم؟ نعمت جان. نعمت خودت یک چراغ سبز داری پس باید دقت بیشتر داشته باشی که از برنامه حذف نشی. ما سوال برات می خوانم. خط سرحدی امیر شیرعلی خان در کدام سال میلادی تعیین و تثبیت گردید؟ یک دو حساب کنین سه چهار و پنج. هشتاد و هفت بسیار زیاد نزدیک بودی. 1886 اما جوابایی که گفتی تمامش اشتباه است. 1986 خودت با گرفتن این چراغ سرخ از برنامه حذف شدی و جواب درستش 1873 میلادی است. و کف بزنین به افتخار محمد سلیم. نعمت الله اگر کدام پیام داشته باشی از خودت میشنویم. بسیار زیاد کوتاه ما یک پیام دارم به خاطر تمام محصلینی که در این اوضای نسبتا خراب درس میخوانن با انگیزه درس بخونن چون همیشه اوضاع تداوم نمیداشته باشه و درس خود با انگیزه بخونن تا موفق شون. تشکر نعمت الله جان. تشکر از اینکه به برنامه آمدین و محمد سلیم با دو چراغ سبز رفت به مرحله نهایی و تشکر میکنم از حامی برنامه ما شرکت مخابراتی MTN. ما هم یک وقفه کوتاه داریم زود برمیگردیم از کیو فرسم ادامه داره. عنایت الله حذف، شمشیر حذف، توحید حذف، مصطفی حذف، نعمت الله حذف، محمد سلیم 80 امتیاز دو چراغ سبز. دوستای عزیز به ادامه برنامه خوش آمدین. در مرحله نهایی هستیم و از بین 6 اشتراک کننده محمد سلیم با دو چراغ سبز آمد به مرحله نهایی. محمد جان بسیار زیاد خوش آمدی به این بخش برنامه و چی احساس داری خودت؟ همه احساس خوشحالی رو میکنم که 5 نفر دیگه تونس معذب کنم. بسیار خوب بسیار خوب. خب چی فکر میکنی که خودت چه مقدار پول میتونی از ان شاء الله مکمل این بغبغه 15000 رو میبرم. هیچ نمیمونی که مگر ما خلاص شوه. خب خیلی خوبه ما تو آمادگی گرفتیم. آه ان شاء الله. چقدر مطالعه داشتیم؟ مطالعه والا ان شاء الله چه نذیر 15000 داشتیم. خب بسیار خوب بسیار خوب. هر چیز باید بندازیش. بسیار خوب. بیشتر میشد بیشتر مطالعه میکردیم. یعنی 15000 پول کمی است؟ ها نظر به شرایط اقتصادی کشور خیلی پول کمی است. 15000 چور بر جردم نمیآید. خب محمد سلیم دهی بخش برنامه از خودت 7 سوال پرسیده میشه که 2 سوالش 4 جز داره، 2 سوالش 2 جز داره و 3 سوالش هیچ جز نداره. پس دقت داشته باش ای که جواب درست را پیدا بکنی تا ای که برنده 15000 افغانی از برنامه باشی. خودت فعلا 5000 افغانی داری؟ اولین سوال برزش 1000 افغانی، سوال بعدی برزش 1500 افغانی، همه تو 5500 بالا میره. در صورتی که خودت جواب درست را بر ما بیتی. 5 ثانیه وقت داری، از این 5 ثانیه استفاده درست بکن که جواب درست را پیدا بکنی. آماده استی اولین سوال برزش 1000 افغانی را برات بخوانم؟ آماده است. امیر عبدالرحمن خان
چند سال حکومت نمود؟ الف 21 سال، ب 25 سال، جیم 29 سال، دال 30 سال. و لطفا نقل نتین. یک، اولش 21 سال، سه، چهار و پنج. خودت گزینه الف را انتخاب کردی، 21 سال. بله. چقدر مطمئن هستی؟ 80%. خودت مطمئن هستی یا دوستایت؟ نه خودم، طرف از گوشت سشار سیل نکردیم دیگه. من خواب بسیار خوب، کف بزنین به افتخارش، جوابش کاملا درست است. خودت 1000 افغانی به دست آوردی که مجموعاً پول خودت 6000 افغانی است. سوال بعدی را که من ازت میپرسم برزش 1500 افغانی است. چهار جز داره، دقت کن. شرکت مخابراتی MTN که قبلاً به نام اریبا مسما بود، در کدام سال میلادی در کشور ما به فعالیت آغاز کرد؟ الف در سال 2005 میلادی، ب در سال 2006 میلادی، جیم در سال 2004 میلادی و دال در سال 2007 میلادی. طرف ما ببین. یک، دو، گزینه اول 2005، سه، چهار و پنج. جوابت قفل شد، خودت گزینه الف را انتخاب کردی در سال 2005. مطمئن هستی؟ تقریبا مطمئن هستی، اما جوابت اشتباه است. دومین چراغ صبح میشه و ده امتیازت کم و جواب درستش گزینه ب در سال 2006 میلادی بود. کف بزنین به افتخار محمد سلیم. سلیم جان، پولت فعلا 6000 افغانی است. سوال بعدی را که من ازت میپرسم دو جز داره. 5 ثانیه وقت داری و هر جزی را که خودت در شروع انتخاب بکنی قفل میشه. درست. ارزش 1500 افغانی. آماده هستی؟ بله. مولانا جلال الدین محمد بلخی در کدام سال هجری قمری تولد گردید؟ الف 528 هجری قمری، ب 604 هجری قمری. الف. خودت گزینه الف را انتخاب کردی و جوابت قفل شد. چی فکر میکنی؟ خودت جوابت درست است؟ تقریبا. چند فیصد مطمئن هستی؟ 70%. رقم بسیار زیاد بالاست، 70%. محمد سلیم، جواب خودت کاملا درست نیست. خودت با گرفتن این چراغ سرخ از برنامه حذف هستی و جواب درستش گزینه ب 604 هجری قمری است. یک کف بزنین به افتخار محمد سلیم. سلیم جان، بدل از اینکه ما وقت نداریم، برات کدام پیشنهاد هم نداریم، 6000 افغانی مبارکت باشه. تشکر، بخیر. اگر کدام پیام داشته باشی بسیار کوتاه از خودت میشنویم. کدام پیام خاصی ندارم، فقط انسان نباید در زندگی شکست قبول کنه، بس. کف بزنین به افتخارش. تشکر میکنم از حامی برنامه ما، شرکت مخابراتی MTN. و یک تشکری از برند بانوی شرق که لباسای امشب مرا آماده کرد. و اگر دوست دارین به برنامه اسکی بپرسم اشتراک کنین، به شماره واتساپ برنامه ما پیام بگذارین، همکارای ما با تماس میشن با شما، بیاین برنده 15000 افغانی از برنامه ما باشین. این بود برنامه امشب، تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه شما عزیزان.